بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومبالهم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران بزرگوار امیدوارم که خوب و صحتمند و سالم و تندرست باشید و در برنامه گذشته برایتون وعده دادم که الله شبهات را کمی وسعت بیشتر خواهیم داد و پیرامون اینکه پرامون پیرامون قرآن کریم و رسول الله علیه السلام و بقیه مسائل هم صحبت میکنیم گرچه قبلا اگر یادتان باشه یعنی در ابتدای برنامه هایی که به در رد مستشرقین و شبهات خاورشناسان فقط بود من یک سری مباحث را آمدم مطرح کردم و شبهاتی که اینها درباره قرآن کریم و درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن را پرداختیم یعنی به اونها خب باز هم میخواهیم که همین مبحث رو انشاءالله باز بکنیم پیرامون قرآن مثلا شبهاتشان فقط تا یا چهار تا در مورد رسول الله علیه السلام به همین ترتیب اندک اندک پیش رفتیم اما حالا میخوام که کمی بیشتر یعنی از قرآن کریم آغاز بکنیم شبهاتی که اینها پیرامون قرآن عظیم و شن داره عموما اسلام ستیزان اما این برنامه به صورت یعنی مقدمه هست و یک سری مسائلی که می بایست قبل از ورود به شبهاتی که اینها پیرامون قرآن عظیم و شن دارن یک اندکی پیرامون این مسائل صحبت بشه و کوتاه اشاراتی به برخی از مسائل داشته باشه اولا اصلا اساسا سؤال برنامه اینه که چرا اسلام ستیزان همه ترکیزشان روی اسلام و خاصتا روی قرآن قدیمه چرا؟ حتی ملحدین ملحدی که یعنی به هیچ باور نداره بیشترین ترکیزش بر روی اسلام و بر روی قرآنه چرا مثلا کتاب مقدس آنچنان که قرآن عظیم و شن را مورد نقد قرار میدن چرا کتاب مقدس را نمیدن یا بایبل را نمیدن و یک سری کتب دیگری که هست اصلا اینها میگن ما به دین باور نداریم در ابتدای کار باید یک مسئله را بدانیم هر مسلمانی باید این نکته را بدانه و این مبحث را بدانه که آغاز مبارزه با اسلام و قرآن کریم از همان بد و وجود قرآن یا بد و ظهور یا به اصطلاح نزول قرآن کریم شروع شد از زمانی که قرآن شروع شد به نزول به رسول الله صلی الله علیه و سلم، از همان زمان دشمنی ها آغاز شد توسط مشرکین توسط یهودیان توسط نصرانی ها توسط گروه ها و جماعت های مختلف و به هر حال ادیان مختلف و مردم مختلف با قرآن عظیم و شن دشمنیشان از همان زمان آغاز شد شما مثلا در مورد یهود میبینید که الله سبحانه و تعالی میگه که ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آیا این یهودیان با مسلمان ها حسادت میکنن به خاطر آن که الله سبحانه و تعالی برایشان داده یعنی قرآن عظیم و شن دین چرا اینها حسادت میکنن اساسا بحث حسادت مطرحه بحث حسادت مطرحه یا در جای دیگه هم الله سبحانه و تعالی به این نکته اشاره میکنه یعنی که اینها دوست دارن که شما را دوباره کافر بکنن مانندی که قبلا بودید یعنی شما را دوباره برگردانن به کفر چرا؟ حسدا من عند انفسهم از روی حسادتی که نسبت به شما مسلمان ها و نسبت به شما دارن حالا در این آیه یعنی يعني در سوره مبارکه نسا که ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آیه 54 سوره مبارکه نسا هست اشاره الله سبحانه و تعالی به این كينها هست که كي اینها از روی حسادت با اسلام و مسلمین اینطور تعامل دارن و اینطور برخورد دارن و اینطور دشمنی نسبت به مسلمان ها دارن و همچنین شما میبینید عموما یعنی مشرکین دشمنیشان با قرآن عظیم و شن از همون آوان از همان شروع در واقع ابتدا شد و آغاز شد شما میبینید که وقتی قرآن عظیم و شن میفرماید که این مردم چه کار میکردن وقتی قرآن کریم تلاوت میشد این تعاملشان بود الله سبحانه و تعالی میگه و قال الذين كفروا گفتن آن کسانی که کافر شدند لا تسمعوا لهذا القرآن این قرآن نشنوید فيه در آن یعنی پارازیت پخش بکنید به اصطلاح امروزی سر و صدا برای بیاندازی جیغداد بکنید غالمغال بکنید لعلکم تغلبون شاید شما یعنی در واقع پیروز بشید شاید شما شکست بدید درسته؟ شاید شما شکست بدید و غالب بشید غالب بشید شما به این کارتان و پیروز بشید اساسا کار اینها این بود کار مشرکین وقتی قرآن عظیم و شن را می شنیدن سر و صدا برا از یک طرف که خودشان نشنوند و از طرف دیگر این که دیگران را مانع می شدن که بشنوند و پارازیت پخش می کردن، شبهات نشر می کردن و حرفهای عجیب و غریب و خلاصه این که به شکلی از اشکال یک جنگ روانی را در جامعه برا که مردم کلام الله را نشنوند مردم قرآن را نشنفند و به خاطر این الله سبحانه و تعالی حتی میبینیم که زمینه شنیدن کلام الله را کلام الله که قرآن عظیم و شن باشه اون را الله متعال مساعد میکنه و برای رسول الله علیه صلی اللہ علیه میگه و این احد من المشرکین استجارک جارک فعجیره حتی یسمع کلام الله اگر یکی از مشرکین از شما خواست که برای او ایمن بدید و خواست که در کنارتان باشه برایش اجازه بدید حتی یسمع کلام الله تا کلام الله بشنوه چون, چون اون پارازیتی که در اون جامعه نشر شده اون دروغ ها و تصویرهایی هایی که در جامعه نشر شده گاهی اوقات از شنیدن حق این نفر محروم شده اساسا نشنیده نمیشنوه یعنی زمینه شنیداری را بر رویش میبندند زمینه این که بشنوه را به سویش بسته میکنند و در واقع به نوعی از انواع با این تعامل خود میخواهند که افراد را از حق و حقیقت به دور نگه دارند پس این دشمنیشان از همین آوان شروع شد با اسلام و با مسلمین و خصوصا قرآن کریم و پارازیت پخش کردن و شبهات نشر کردن شما قرآن عظیم و شن رو فقط نی... یعنی کافی است که یک بار باز کنید ببینید که تعامل اینها با قرآن عظیم و شن چطور بوده و اینها از کدام راه ها داخل می شدن و به قرآن عظیم و شن چطور هجوم می آوردن و قرآن چطور اینها را پاسخ میده و رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور به اینها پاسخ میدادند و صحابه پیامبر چطور اینها را جواب میدادند یعنی خیلی واضح و آشکاره خب اما بدون شک و تردید برادر مسلمانم و خواهر مسلمانم این رو در برنامه های بعدی هم متوجه خواهید شد و خواهی شد ان الله که اسلام دین بر حق و قرآن کتاب رب العالمینه قرآن کتاب رب العالمین هست و قرآن عظیم و شن همه اینها را به تحدی می طلبه و تمام شبهاتی که بر علی قرآن مطرح میکنن، به چهره خودشان میخوره. این را من با یقین کامل برای تان بیان میکنه. و شما در برنامه های آتی متوجه خواهید شد تمام شبهاتی که اینها پیرامون قرآن مطرح می مانندی که شبهات دیگری که ما در صحبت کردیم همه میبینیم شبهات پس بر علی خودشان استفاده میشه. دلیلش دلیلش اینه که اینها اساسا یعنی متاسفانه جهل بسیار عمیق دارند جهل عجیبی دارند تعصب عجیبی دارند نمیره که برای یک بار مثلا قرآن رو مطالعه بکنه فقط شنیده شبهات مستشرقین یا شبهات بقیه ملحدین و اسلام ستیزان و همونها رو میه دوباره مطرح میکنه آن چی در فضای مجازی نشره چی در سایت هاست چی در وبلاگ هاست چی در کانال هاست حالا چی کانال تلگرامی باشه یا در صفحات مثلا مانند فیسبوک و مانند اینستاگرام و امثال اینها باشه همون شبهات را میه پس دوباره مطرح میکنه بر علی مسلمین بدون اینکه تعصبش را کنار بگذاره و متاسفانه به مرکب جهل سوار نباشه و همچنان به دنبال حقیقت باشه و به دنبال خیر باشه و دنبال این باشه که بفهمه تحقیق بکنه نه خیر اینطور نیست فقط همان شبهه رو از این شنیده باز اینجا تکرار میکنه باز این یک کسی دیگه از این میشنوه باز به جای دیگه تکرار میکنه به همین قسم در حال انتشاره فقط خب اما خواهر مسلمانم برادر مسلمانم این رو برای تو میگم ببین خواهر و برادر مسلمانم از قدیم این دشمنی ها بر علی قرآن بوده بر علی اسلام بوده ولی قرآن همیشه جواب داده اسلام همیشه جواب داده بلکه اسلام اینها را به تحدی و چالش کشیده اینها را به چالش کشیده و در برابر چالش اسلام در ماندند چیزی برای ر... گفتن ندارند چیزی برای جواب دادن ندارند بنابراین متاسفانه تکیهگاهشان شده دروغ تزویر تکرار مکررات و امثالش تعصب جهل امثالش ببین الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شن میگه سوره مبارکه توبه 32 الله میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم اینها میخواهند و اراده دارند که نور الله را با دهنهایشان خاموش بکنند و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الكافرون اما اراده الله چیه؟ اراده اینها و خواسته اینها اینه که نور الله را خاموش کنند اسلام را خاموش کنند قرآن را خاموش کنند سنت پیامبر را خاموش کنند آنچی که به نام اسلام آن را خاموش بسازند با چی با دهانهایشان با شبه پراکنی ها و با حرفه های رکی که حرفه های بیجا میخواهند نور الله خاموش کنند اما اراده الله چیه؟ اراده الله برعکس الله میخواهد که نورش را تام و کامل بسازه الله میخواهد که نورش را به تمام و کمال برسانه الله میخواهد که این نور به تمام جهان منتشر بشه و این کار صورت خواهد گرفت گرچی کافرین بدشان بیه گرچی مشرکین بدشان بیه ولو کره هل کافرون چی کافرین از این کار خوششان نیه و طبیعتا کراهت دارن نسبت به این مسئله و خوششان نمیایه الله مطال میگه علا رغم این که خوششان نمیه بگذار که خوششان نیه ولی الله سبحانه و تعالی دینش را به تمام و کمال میرسانه دینش را الله کامل میکنه این نور را الله سبحانه و تعالی همچنان روشن و پابرجا خواهد داشت و بلکه آن را منتشر میکنه و نورش را افزایش میده این روشنی را الله افزایش میده توسط این نور و همچنین ما در سوره مبارکه انفال میبینیم که الله متعال سبحانه و تعالی در آیه 36 میگه ان الذين كفروا ارا کسانی که کافر شدن ينفقون اموالهم مال هایشان را انفاق میکنن و خرج میکنن ليصدوا عن سبیل الله تا اینکه از راه الله مردم را صد عن سبيل الله بکنن مردم از راه الله باز نگه دارن. فسیون ها اینها این کار خواهند کرد به زودی انفاق خواهند کرد مصرف خواهند کرد زحمت خواهند کشید سرمایه گذاری خواهند کرد حالا یعنی از هر طرف اینها تمویل بشن مال برایشان داده بشه انفاق بشه هر کاری که دلشان میخواد بکنه در این راه ثم تَكُونُ عليهم حسره بعد این برایشان حسرت و ندامتی میشه یعنی این مالشان ابا منصورا میشه شما ببینید تمام نقشه هایی که اینها بر علیه اسلام ریختند و میریزند کاملا برعکس میشه اونها نمیخواهند اسلام رشد بکنه بلکه اسلام در همان کشورشان رشد میکنه آنها نمیخواهند که اسلام منتشر بشه اما برخلاف خواسته اینها دین الله منتشر میشه و باز این اموالی که مصرف کردن این رسانه هایی که را اندازی کردن این صفحات اجتماعی که را اندازی کردن را که افرادی را که زیر پوشش گرفتن اموالی را که تمویل کردن رسانه هایی را که تمویل کردن همه اینها تمام مصارفشان چی میشه همه بر علی خودشان میشه همه برایشان حسرت میشه پشیمانی میشه میگن ای کاش این کار نمی کردیم یعنی شاید به زبان قال نگویند اما به زبان حال این را خواهند گفت چون میبینند تمام زحماتشان چی شده یک غبار در هوا پخش شده و منتشر شده هیچ چیزی ده برای آن باقی نمانده و وجود خارجی نداره ثم یغلبون بعد شکست میخورن این هم شکستشان کفر و الذین کفروا الی جهنم یحشرون در سوره مبارکه انفال آیه 36 الله متعال سبحانه و تعالی این مسئله را مطرح میکنه اما اصل سوال دوستان قدر این بود که چرا اسلام ستیزان حتی ملحدین بیشترین حالا اگر اسلام ستیزان گفتیم خب سوال حله اما چرا ملحدین خاصتا این هایی که اصلا دین ندارن چرا تمام ترکیزشان روی اسلامه چرا تمام ترکیزشان روی اسلامه؟ یعنی شما نمی بینید که مثلا روی یهودیت نصرانیت و بقیه ادیان اینها چنان مانور رو بدن و روی آنها بپردازن و خواسته باشن اونها را نقد بکنن دلیلش چیست دلایل متعددی داره دوستان عزیز اولا اینه که خودشان از روی حسادت این میکنن حسودند چون برنامه جامع و کامل و زیبای مانند اسلام ندارن وقتی که برنامه مسلمان ها را میبینن قوانین اسلامی را میبینن قانون اسلام را در درمانده میشن حسودند از یک طرف دیگه نمیخوان که اون قوانین غربی و اون پول و سرمایه و حال خوشگذرانی و اینها را بگذارن کنار از یک طرف دیگر قانون اسلام را میبینن خوبی های اسلام را میبینن نظام خانوادگی اسلام نظام سیاسی اسلام نظام اقتصادی اسلام و قوانین کلی اسلام رو میبینن حیران میمانند تعجب میکنند بعد از آن شروع میکنند به حسادت کردن و دشمنی کردن بر علیه اسلام این یکی از دلایلش هست که همه ای ترکیزشان روی اسلامه اما چرا یهودیت را زیر سوال نمیبرند یا نصرانیت را یا به اصطلاح چرا بایبل را زیر سوال نمیبرند در حالی که اصلا یعنی بایبل ارزش این رو نداره که کسی اون رو بیه یعنی مورد بررسی قرار بده یا به اصطلاح اون رو نقد بکنه من نه اینکه از باب اینکه خواسته باشم به با کسی توهین بکنم والله این رو از باب واقعیت میگم حالا شما فکر کنید یک ملحد بیه کتاب بایبل رو بگیره نقد بکنه اصلا جایی برای نقد نیست از بس که تمامش تمامش از بس که خرابه از بس که خرابه یعنی شما حیران میمونید که کجایش رو نقد بکنید کجاش را نقد بکنید تاریخش را بدون سند بودنش را الفاظ و تناقضاتی که داره اینها را نقد بکنی بیایی مثلا خوزعبلاتی که به نام خدا و به نام پیغمبران به خورد مردم داده شده و در این کتاب ها موجود اینها را نقد بکنی کدام جهت را بگیری کدام سمت را بگیری هیچ سمتی برای تو باقی نمیمانه و به خاطر اینه که اینها اصلا یعنی جایی نمیبینند جای نمی بینن. یا درگیر میشن که کجا را ما نقد بکنیم چی کار بکنیم و از طرف دیگر مسائل مالی هم در اینجا مطرحه مسائل سیاسی هم مطرحه چون امروز جهان به دست این هاست به دست یهودی هاست به دست هاست یعنی جهان اقتصاد جهان یا قدرت سیاسی جهان به دست این هاست خب اینها هم یک تعداد عجیر و نونبخور کلیسا هستن نونبخور کنیسه هستن یا افرادی هستند که در خدمت سهیونیزم جهانی هستن در خدمت گروه ها و جماعت هایی هستند که ارتباط وابسته به اینها دارند. درسته پس بنابراین تمام ترکیز اینها روی اسلام قرار میگیره از یک طرف حسودن و از طرف دیگر مسائل مالی و سیاسی و اینها هم در این قضایا بدون شک و تردید دخیله و از طرف اسلام مخالف مادیگرایی و شهوترانی اینهاست اسلام مخالف اینه او میخواهه که من میگه آزاد باشم مانندی که امروز این بدبختی را در نصرانیت به وجود آوردند علمای نصرانی این رو به وجود آوردن فقط تو نصرانی باش هر کار دلت میخواه بکن یعنی مسیحی باش هر کار دلت میخواه بکن و کسی نیست که جلو تو باشه حتی تا جایی که بعضی از کلیسا ها میبینیم میاین مثلا ازدواج هم جنس به را برسمیت میشناسن شراب خوری دارن و و, و, و الاخر یعنی برایشان مهم نیست این مسئله اما در اسلام نه یک قانون داره تو وقتی که میگی لا اله الا الله محمد رسول الله باید بر اساس شرایط و ضوابط لا اله الا الله محمد رسول الله حرکت بکن اینطور نیست که مانند یک تعداد سیکولاری که از دین متاسفانه به اطلاع هستن و نمیدونن فکر میکنن اسلام مانند نصرانیت خلاص همین که گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله دیگه هر کار دلت میخواه انجام بده اینطور نیست اسلام یک نظام جامع کامل و شاملی داره تو وقتی که خودت را منتسب به اسلام میدانی میبایست که به اسلام پایبند باشی و به اسلام عمل بکنی و اینها این را نمیخواهند و از طرف قوانین زیبای اسلامی در تضاد قوانین غربی است باداران اینها و اینها این, این را بر نمیتابند نمیتونن این را قبول بکنن خب بادارانشان که برایشان سرمایه میده پول میده اینها را تمویل میکنه فکر میکنید که از اینها چیزی نمیخواه طبیعتا میخواه مبارزه با اسلام طبیعتا اسلام و فوبی ها و اسلام حراسی برا می اندازن. یک پروژه است این را برا می اندازن. و قرآن کریم را به دید خود اینها نقد می کنن. که در واقع خودشان خود را نقد می کنند را نقد میکنن. که من انشاءالله این را در برنامه های آتی ثابت خواهم کرد آنچه که اینها میان مثلا که قرآن تناقض داره و نمیفهم فلان داره و این داره و اون داره و قرآن خلاف علم و خلاف فلان و همه اینها بر علیه خودشان استفاده میشه و بیچاره ها یعنی بیچاره و مسکین و در به در و خاک به سر خسرت دنیا و الاخره میشن هم در دنیا توسط مسلمان ها رسوا میشن که مسلمان ها پاسخ اینها را میدن که شما دارید دروغ میگید در آخرت هم که جهت این مردم مشخص خواهد بود اگر همین همین آش باشه و همین کاسه و به همین ترتیب اینها ادامه بدن چیزی که اینها را خیلی آزار میده با وجود همه ای تلاش ها و به خاطر این ترکیز روی اسلام میکنن اینه که قرآن در قلوب دشمنانش داخل شده در قلب دشمنانش داخل شده و قلوب آنها را فتح میکنه یعنی شما فکر کنید کشورهایی که در رأس اسلام ستیزی قرار دارن مانند فرانسه و بقیه کشورها شما ببینید اسلام چه حالا حال رشته خب طبیعتا اینها نراحت میشن طبیعتا که افرادی را تربیت میکنن برای دهان باز کردن و بر علیه بدگویی بر علیه اسلام و بر علیه قرآن این امر کاملا طبیعی است شما میبینید اس... یعنی کشورهایی که در رأس اسلام ستیزی قرار دارند، بیشترین رشد را اسلام در اونجا داره بیشترین رشد را قرآن در اونجا داره و به خاطر این با قرآن دشمنی میکنن و هر چند سباهی میبینید که یک انسان کثیف میای قرآن را به دست میگیره که من آتش میزنم خب اعصابش خرابه همه این مصارفی که کرده هیچ شده همه این زحمتی که کشیده هیچ شده اصلا مشکل روانی پیدا کرده دیپریشن پیدا کرده چی کار بکنم من در برابر این قرآن چی کار بکنم در برابر این اسلام سرانجام میه قرآن سوزی میکنه و یک تعداد دیگرشان به قرآن کریم کلماتی را میگن که در شعن خودشان و خانوادهشان هست درباره اسلام کلماتی میگن که در شعن خودشانه درباره مسلمین کلماتی میگن که در شعن خودشان و اون کسی است که اونها را اینطور تربیت کرده دلیلش چیه دلیلش این همه حجمه است که بر عقول اینها و بر افکار اینها وارد میشه که من این همه زحمت کشیدم این همه تلاش کردم چی شد چی کار شد به کجا رسیدم جز این که مسلمان ها بیشتر بیدار شدن جز این که مسلمان ها بیشتر رجوع به قرآن کردند جز این که شیرهای خابیده را بیدار کردن کار دیگری مگر اینها انجام دادن امروز شما ببینید که باور کنید دوستان گرانقدر چی ملحده چی یهودیه چی نصرانیه در جهان عرب و فارس در هر جا در تمام یعنی زبان ها شما میبینید که اینها به زانو در آمدند، در برابر اسلام اما یهودیت و نصرانیت گفتم چیزی برای نقد نداره نقد بکنه کشیش در میره چیزی برای گفتن نداره چیزی برای دفاع نداره اما در برابر اسلام نه زانو زدن جز دروغ و تزویر و جز خوز گفتن و توهین کردن و قرآن آتش زدن و توهین به مسلمان ها و به یعنی اند... ف... را انداختن پروژه های مانند اسلام و فوبی ها کار دیگری ندارن اینها و کار دیگری برایشان باقی نمانده باقی نمانده کار برایشان پس بنابراین یکی از دلایل رشد اسلام هرچی اسلام رشد میکنه اینها بیشتر دشمن قرآن میشن و بیشتر ترکیزشان روی قرآن میشه که قرآن را زیر سوال ببرن بله و نوعیت شبهات اینها را اگر خواسته باشیم یعنی غالبا ما بررسی بکنیم که در طول برنامه ها من برای تان نکاتی را اشاره خواهم کرد اما فقط قبل از این که یعنی وارد مبحث شبهات پیرامون قرآن بشیم من خلاصه ای از شبهات اینها یعنی از نوعیت شبهات اینها را به خدمت شما مطرح میکنم اولا دسته اول از شبهات اینها تکراری است و نشخاری است از مستشرقین و خاورشناسان که ما قبلا صحبت کردیم یعنی اغلب شبهات اینها متاسفانه تکراری یک دو متاسفانه برگریفته از کلام و سخنان اسلام ستیزان مستشرق یا خاورشناسه برید خودتان مطالعه کنید کتب مستشرقین را مطالعه کنید و بعد شبهات اینها را ببینید اگر شما مثلا به زبان عربی مسلط باشید به زبان عربی را بدانید هر شبهه‌ای که از این اسلام ستیزان فارسی زبان بشنوید یک سرچ به زبان عربی بکنید ببینید،, ببینید پاسخش پیدا میشه یا میبینید که شبیه این را ملحدین دیگر و اسلام ستیزان دیگر به زبان عربی مطرح کرده چیز جدیدی نیست چیز جدیدی نیست یعنی که شما فکر بکنید که مثلا یک شبهه جدید هست و این بر اساس مطالعات خود مثلا بعضی از اینها میان احیانا گفتگوهایی که خودم با اینها داشتم میگه که من به این نتیجه رسیدم بگم تو به این نتیجه نرسیدی این شبهه را حتی مشرکین مکه در زمان رسول الله علیه السلام مطرح کردن یا یهودی ها در زمان رسول الله مطرح کردن یا در فلان تاریخ مثلا این شبهه اول مطرح شده چیزی نیست که تو جدید گفته باشی بابا جان بگو از یک سایت خواندم کمی تواضع داشته باش یعنی دروغ نگو خب تواضع داشته باش بگو که از فلان سایت خواندم از فلان کانال خواندم فلانی گفته در فلان کتاب بوده این دور بگو این حقیقت ماجراست اون چیزی نیست که تو ادعا میکنی که من مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم خب من میدانم که این شبه خیلی هاست یعنی تکرار شده و همین خود ما بارها این شبه را مطرح کردیم همین ماها این شبهه را بارها جوابش را دادیم پاسخش را دادیم تو الان آمدی میگی من به این نتیجه رسیدم خب و غالبا شبهات اینها شنیداری است عرض کردم به خدمتتان شنیداری و خوانده نیست یعنی در یک کتاب میخوانه خلاص همون شبه را مطرح میکنه غالبا مثلا در باب قرآن عظیم شد یک کسی به نام سوها آمده یک کتاب نوشته به نام نقد قرآن بخوانید خوزعبلاته والله خوزعبلاته و تا حالا دو سه بار یعنی علما علما و دعوتگران اسلامی کتابش را پاسخ دادن یعنی دو تا نوشته من دیدم که تا حالا این کتاب پاسخ داده شده به زبان فارسی چون این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده یعنی نوشته شده به زبان عربی برید ببینید موسوعه هاست در دفاعی از قرآن در برابر شبهات ملحدین و اسلام ستیزان و حال کذا یعنی بعض برنامه های شنیداری و گفتاری از علما و دعوتکران وجود داره که این کتاب نقد قرآن رو نقد کردن گفتن شما برید ببینید و متوجه میشید یا شاید در لابلای برنامه ها من گرچی پایبند یعنی به اون کتاب نیستم که بر اساس اون کتاب پیش برم کتاب نقد قرآن سوها اما بعض از شبهات احتمال داره که با هم توافق داشته باشه شما مثلا اون کتاب مطالعه بکنید یا کسایی که مطالعه کردن این برنامه ها رو از این به تعقیب بکنید متوجه باشید ببینید که چه قدر اینها حقیرند چقدر قدر اینها مسکینند متاسفانه هیچ حرفی برای گفتن ندارن جز دروغ جز تزویر خب گفتیم یا شنیداری یا خواندنی است یعنی خلاص چیزی نیست که اند چیز جدیدی اینها برخل صادر کرده باشند یا چیز جدیدی اینها گفته باشند و بسا موارد و شبهاتی که اینها مطرح میکنن قبلا توسط خود قرآن پاسخ داده شده باور کنید یعنی تعجب میکنید سبحان الله میبینید همین شبهه ای که این آدم مطرح میکنه اگر یک آیه بعدش رو بخوانه یا یک آیه قبلش رو بخوانه یا سوره دیگر رو بخانه پاسخش دقیقا در خود قرآنه یعنی شبهاتی بعضن اینطوره بعضا میبینید در سنت رسول الله علیه السلام در حدیث رسول الله علیه السلام پاسخ داده شده بعضا میبینید در کلام شاگردان مکتب رسول الله علیه السلام خصوصا صحابهی که یعنی در باب تفسیر قرآن عظیم و و در باب قرآن عظیم کلام زیادی داشتن و دست بالایی داشتن شما میبینید که در کلام اونها موجوده و پاسخش موجوده یا در کلام تابعین و تبع تابعین و به همین قسم مفسرین رحمهم الله در طول تاریخ این شبهات پاسخش وجود داره یعنی تو نیست که چیز جدیدی باشه تمام تاکیدم بر اینه که یعنی متوجه باشید که چیز جدیدی نیست چون بعضی از جوانان ما وقتی شبهه را میشنوه یا شبهه را میبینه یک بار شوکه میشه یعنی فکر میکنه دیگه خلاص دیگه یعنی این شبهه نه پاسخی داره نه پاسخ داده شده در حالی که بارها پاسخ داده شده و اسلام ستیز شرم نداره یعنی چیزی که برای اسلام ستیزان یک چیز بسیار بیگانه هست متاسفانه بحث شرم حیاست مثلا میه پیش شما شبه را مطرح میکنه شما جوابش را میدید ساکت میشه بعد دیگه در پیش شما این شبه را مطرح نمیکنه باز میبینه در یک مجلس دیگری در یک جای دیگری با یک کسی دیگری روبرو شد باز همین شبه را مطرح میکنه این نشانگر چیه نشانگر اینه که اینها متاسفانه یعنی مشکلاتشان بسیار زیاده و جدی هستند اینها دنبال فهمیدن نیستن فقط دنبال لجاجته میخواهن لجوج باشه میخواه لجاجت بکنه و الا اینکه در یک جا ساکت ماندی دیگه برو مطالعه بکن پس دوباره همون شبهه را مطرح نکن یا اگر فکر میکنی که پاسخ اون نفر درست نبوده در جای دیگه صحبت میکنی اون شبهی که به اصطلاح اون جوابی که اون نفر داده اون را نقد کن بگو که مثلا شما مسلمان این اینطور جواب میدین اینا پاسخش نه نه این حرفا نیست اهل مطالعه نیستن که اینها من بارها با اینها تجربه داشتم یعنی صحبت کردم براش ارجاع میدی برو فلان کتاب مطالعه کن دفعه بعد میه کتاب رو مطالعه کردی نه نکردم خب بابا جان دنبال حق نیستی وقت رو زای اینها متاسفانه اینطورن و یا هم متاسفانه جهل بسیار 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 عجیبی دارن اینها جهل مرکب غالبا یعنی خودش را در مقام قرار میده که من اهل تحقیقم اهل بررسیم اما میبینید که یک جاهل تمام عیار متاسفانه از آب برمیه یک جاهل تمام عیار که هیچ نمیفهمه یک چیزی را فهمیده این را با اون خلط میکنه همه چیز میبینین در هم و بر همه بعد شما بنشین 10 دقیقه 15 دقیقه بنشین اینها را از هم جدا بساز این را در یک طرف این را در یک کدگوری این در یک طرف این در یک طرف و بعد برایش توضیح بده که کی رابطه به این موضوع نداره این رابطه به این نداره این رابطه به این نداره این, این, این کلا موضوعات جداست همه چیز را با هم خلط میکنه یعنی ادعا از مشرق دلایل از مغرب از آسمان بعد از زمین اصلا معلوم نیست جهتش جهتش معلوم نیست و غالبا شما می بینید که در شبهاتی که اینها پیرامون قرآن کریم مطرح می حالا گفتیم بحث جهلشان خیلی واضح مثلا بعضی از اینها که من انشاءالله در برنامه آیاتی برای اشاره خواهم کرد بعضی آیاتی میاره میگه این مخالف زبان عربیه ز، 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 گرامر عربیه تو خودت از گرامر عربی چی میفهمی؟ من نمیفهمم چیزی نمیدانم تو از کجا فهمیدی که این خلاف گرامر عربی است از اساسا بگو به من که گرامر زبان عربی از کجا گرفته شده همین جوابت رو کلا داده میشه تمام میشی چیزی نیست که خلاص کار تمامه ولی خب نمیفهمه و من ان در برنامه آتی با خدمتتون برخی از این نمونه ها رو نشان خواهم داد و یعنی یا به اصطلاح صحبت خواهم کرد برایتون و شما متوجه این مسئله بیشتر خواهید شد که چ... چطور اینها جعل دارند چطور جهل دارن ادعای چیزی را میکنه که خودش اصلا نمیفهمه باور کنید خودش نمیفهمه خب یا مثلا شما میبینید قط و پرید آیات میکنن یعنی آیه را یک آیه را مثلا میخوانه از سیاق و سباق و لحاق آیه آیه را میکشه بیرون مثلا این آیه در کدام سیاق آمده اگر سیاق آیه را ببینه سیاق آیه را ببینه کاملا مشکلش حل میشه یا اینکه ابتدای آیه را برایتان قطع میکنه همون آیه ابتدایش را برایتان نمیخوانه یا انتهایش را و غالبا اینطوره که پاسخ آن یا در سیاق آیاته یعنی یک آیه در سیاق آیات دیگه میآیه در سیاق این آیه کاملا موضوع فهمیده میشه موضوع گرفته میشه درسته و یا هم متاسفانه بگیم که ابتدای آیه را یعنی حذف میکنه چی میکنه قطع میکنه برای تو نمیگه یا انتهای آیه را قطع میکنه و میبره و اون را میگذاره ای طرف خلاص تو دیگه بیا حالا درست کن وقتی آیه را میبینید اولش را میخوانید آخرش را میخوانید آیه قبل و آیه بعد را میخوانید میبینید کاملا موضوع حل یعنی جواب داده شده و یا هم غالبا کلام و برداشت برخی از مفسرین را به عنوان نقد قرآن برایتان مطرح میکنه این ترفند عجیبیه و این هم در واقع برمیگرده به همون تعصب و جهل عمیقی که این مردم دارند مثلا یک عالمی در یک زمانی آمده برداشتی را از آیه مبارکه مطرح کرده درسته آمده در بحث تفسیر قرآن مثلا یک برداشتی را مطرح کرده بعد همین برداشت او را قرآن گفته به خورد شما میدن میگه قرآن اینطور گفته کجای قرآن گفته در حالی که برداشت شخصی یک عالم بوده و بسا علمای دیگر این برداشت را نپذیرفتند نه تنها این که نپذیرفتند بلکه نقد کردند و گفتن این برداشت برداشت درست نیست این برداشت برداشت صحیح نیست مگر این میفهمه این حرفا را مگر اسلام ستیز میره مطالعه میکنه که ببینه نه فقط همان چیزی که عرض کردم به خدمتتان همان هدفی که داره میخواهه که از لابلای قرآن همان هدف را حتی که یک فرد عادی یک چیزی در مورد این آیه گفته باشه همون رو به خورد دیگران میده که بله این دیدگاه قرآنه در حالی که دیدگاه قرآن نیست خوب اینها برخی از نمونه ها و عجایبی بود که شما در به صورت کلی یعنی در شبهات اینها در پیرامون قرآن کریم متوجه خواهید شد و من ان الله به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی در برنامه های آتی آن را که برایتون گفتم و زیاده بر این و بیش از این برایتان ثابت خواهم کرد از لابلای شبهات متوجه خواهید شد که اینها چطور تعاملی با قرآن عظیم و شن می کنن و تعاملشان در واقع در زیر این نکات و بعضی دیگه از در واقع یعنی نکات دیگری که من به خدمت اشاره خواهم کرد در واقع وجود داره به هر حال جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم در حفظ و پناه الله مطال باشید و, و صلی الله علی نبینا محمد و علی, علی و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته